میفهمم که من میمارم. چقدر وقت دارم؟ به اندازه کافی وقت داری ساتیا. تو نباید امید خود از دست بدی. امید فقط به خاطر انتظار کشیدن است. واقعیت تغییر نمیده. چقدر وقت دارم؟ یک سال، دو، شاید. دخترم، در این وضعیت سفر کردن برات خوب نیست دخترم. اگه در خانه باشم باز خوب میشم. ساتیا، بعض چیزا در دست انسان نمی باشه. یک نفر که در حال مردن هست چیز بره از دست دادن ندارم. محال باید برم. اگه این کار در زندگیم کده نتونم باز وقت مردم حسرتش خود خوردم. این کار به خاطر شوهرم باید کنم. ساتیا، شما داخل برین. شما دوباره آمدین رو تو خیلی گپه گفته نمیتونین. خواهش میکنم از اینجا برین. خواهش میکنم یک بار دیگه هم گپ های مرا گوش کن. ببینین خانم ساتیم، وقت پدرتون بالای ما حق احسان کده بود، ما ایره نمیفهمیدیم که بخاطر جبران او احسانا دخترش پیش ما میایه. من نمیخوایم جبران کنی روب، بلکه از شما میخوایم سرم یک احسان کنه. معذرت میخوایم، نمیتونم یه احسان سرتان کنم. آزادی ما فروشی نیست. شما اشتباه درک میکنه. من یه شاید تنم هستم که درست درک میکنم. من
تنها چیزی که میخوایم یک سال از زندگی تسرب، چون که ما فقط یک سال دیگه زنده هستم. یک بار با دقت کامل فکر کن دختره. او فقط ایره میخواید که برای یک سال با او زندگی کنی. دایی چی گفت پس دگه؟ یک بار اگر رفتم باز دگه هیچ وقت برگشتن نمیتونم. ساتیا زن خوبه است. او وعده کرده که از خواهرت با بهترین وجه تا وقتی که عروسی میکنن مواظبت کنه. به همین خاطر ما را کلان کردی پدر جان که یک روز دایی قیمت خوب ما را بفروشی؟ کدام پدر دختر خود ده حسن آباد روان میکنه؟ او هم بدون کدام پیوند و بدون اینکه او خانواده را بشناسه. اگه ما کل زندگی مام بار اومده خانه مردم برشان موسیقی یاد بدم، بازم تا او وقت آرسی تو را و خواهره تکده نمیتونم. و تو بنوان یه خواهر کلان وظیفه تست. ما تو را به این کار مجبور نمیکنم. ساتی آره از خورتره کی مشناسم. او از مکده بیشتر متوجه بودم میتونه. بعد از ایش مربوطه تو میشه. همراهیت میرم، اما یک شرط دارم. شوهرت باید همراهیم عروسی کنم. ما در او خانه فقط به عنوان خانم شوهرت میایم، نه به عنوان عشقش. روپ، من فقط ایقا میخوایم که تا زنده هستم تو شوهر مرا بشناسی و درکش کنی. همه قدر که بعد از مردن تو شوهرت همراهیم عروسی کنم. تو چی رقم زن هستی؟ اگه برای یک روز آمده ای دیوانگیتان شامل شوم، با زمانتی ای گفه کی میکنه که بعد از مردن تو شوهرت همراهی معروسی میکنه؟ اگه به هر دلیل اومر از خانه بکشه باز چی؟ وقت کجا برام؟ باز وقت من چی کنم؟ بعد از او کی مرا خواد گرفت؟ این رو فکر کردی؟ روپ، من همراهیت وعده میکنم. وعده؟ وقت زنده نباشی باز وعده تا چی رقم پورا میکنی؟ بدون عروسی ده او خانه نمیرم. Shine.
من خانم خود بسیار دوست دارم. من نمیفهمم ساتیا تو را چی رقم به خاطر یه عروسی راضی کردم، اما ما یه عروسی را به خاطر خوشی او کردیم. من را اشتباه درک نکن، تو در این خانه به احترام تمام زندگی خود کردیم. در این رابطه احترام خود بود نه عشق. هر قدر امید از ما کم داشته باشی اما که خوش زندگی میکنه. امیدوار هستم قلبت از ما کده کلانتر باشه و با گذر زمان مرا ببخشی. شب اول عروسی با من خدافیزی کرد. چون شما با کسی عروسی کردن که قبلا او را ندیده بودین. خب راستش من تا چند روز دیگه هم حتی نمیفهمیدم که چهرش چی رقم است. اولین تصمیمم ده عصبانیت. زندگی هر چهار نفر ما را تباه کرد.
زفر بابا، اگه تو اقا شمشیرهایت دوست داری، چرا در مسابقه آهنگرا نمیری؟ به خاطر اون مسابقه شمشیر جور بیانم عبدال. که تمی جمله های ناز دل زنا رو بد رقم میبری. دیروز در جلسه چرا نامدی؟ منتظر بردن یک دل زندگی بودم، نمیخواستم بشکننم. بی بی زفر بابا، اگه ماشینایی که فولاد جور میکنن بیاین نه، باز کارگاه ما بسته خود شد. این دفعه سر منطقه ما نه، سر شکم ما حمله میکنن. از یک طرف خدا خدا میگی و از طرف دیگه میترسی. اگه ما زحمت بکشیم هیچ وقت بیروزی نمیشه. باز من گپ جلسه و حزب و فلان و فلانتان. پس مرامی هستم. پدر خودم حتی نام خود برای من نگفت. مردی که به خاطر حق خودش نمی جنگه، باز چطور به خاطر دیگران به جنگه؟ خوابانش. برای چند دفعه گفتم عبدالبابا، اگر شما می خواهید واقعا صدای خود در گوش دنیا برسانی، رای بهتر از روزنامه بلورا چوردی نیست. به خاطر که تو گفتی یک دفعه رفته بودم. از وقتی بچه بلراج چودری از انگلستان آمده او مخالفیست. ما نمیخوایم هیچ رقم همکاری کنه که انقلاب بی سر و صدا کنه. انقلاب نیاز به خون و فداکاری داره. بی سر و صدا نمیشه. گل گفتی بابا. زفر بابا تو بخی اصل گپه گفتی. خود اگه بیا طرف ما. مرا اشتباه درک نکن. تو بیادرم وارسی. میتونم جانمون برات بدم، اما فقط به خاطر تو. فقط من از مسئله چودری ها دور نگاه کن عبدالبابا. دیو باید کمی احتیاط کنی. این مقاله هویت یک ملت هست. مردم نمیتونن هضمش کنن. انگلیس ها کشور ما را به نام مذهب پارچه پارچه کردن. این کار دوینده برای هیچ کسی فایده نداره. اما بدون اونا کشور چی رقم اداره کنیم؟ چرا درباره اون نوشته نمیکنی؟ با گذر زمان کل چیز یاد میگیریم تجاری. فقط اگه اتحاد داشته باشیم. تو را کی رهبر متحد ساختن مردم ساخته؟ من فقط صدای ملت خود هستم پدر. قدرت تحریک کننده هستی یا تحریک آزادی راه نشان میتونم، راهی که شما بالاش باور دارین، اما از سیاست میترسین. این فراموش نکو که ما یک اقلیت هستیم و مسلمان ها روز به روز قوی تر میشن. تو باید با مغزت فکر کنی، نه با دلت. اگه من این کار کده میتونستم، باز مشکل کجا بود؟ بعضی وقتا باید به جای مغز از قلبم مشوره بگیریم. چی شده سراج؟ روب کجاست؟ او نمیخواه پایین بیایه. ممیرو گپه نیست، صبحانه اونا را در اتاقش ببر. بچشم دیو همیشه فکر میکنه که ما امرش به انصافی کردیم، اما کاری را که تو کردی درست است. سر زندگی اعتماد داری، هر کاری که کنه باید با واقعیت رو برو شوه. ای صدا از کجا میایه؟ صدای خانم بهار است، از حولی می آید. در وقتهای قدیم نامدار ترین رقاص حسن آباد بود، اما چند وقت بعد رقص ایلا کرد. حال آوازخانی یاد می ده. حولی بهار خانم کجاست؟ دهیرامندر
بدنامترین منطقه شهر. حتی با گرفتن نام شما بروی آدم میریزه. ما برات زمانت میکنم منشی جان. از ظفر بابا که دو هنگر خوب ده بسته هیرام بنگری نیست. همی پارسال شمشیر انگلیس ها رو همی آدم جور کرده بود. ای امو بچه هرام زاده است ظفر. و از کجا آمده چی فرق میکنه؟ تو فقط کارش سیکو. و ما فرق میکنه عبدالجان. اول خویی هرام زاده است و مهمتر از او میبخشی مسلمان است. منشی جان اگر پیسه مرا گرفته فرار کرد باز ما و گردنه. احترام به کار مردم یاد بگی. نی نام پدرش ای گپه کلونه. عقل تو برداشت نمیتانه فهمیدی؟ ایلاکو ایلایشکو زفر. به خاطر من ایلایشکو ایلایشکو زفر. زفر زفر این مردم اصلا شرم نمیکنن. سرطانه احسان میکنه. ما مردم احسان میکنیم که تو آره حرامزاده را در منطقه خود میمانیم که زندگی کنه. اولش خینا در منطقه ما زندگی میکنن. اما اینا چی میکنن؟ در هر کار گندگی گندگی. چی وقت میخوایی در اتاقت قید باشی؟ حال دیگه تو عروسی کدی؟ تو هم در یه خانه مسئولیت داری؟ با کدام عنوان؟ با نام شوهر تو؟ کسی که فقط تو را دوست داره؟ ما دو نفر حتی یک دیگه خود ندیدیم. فقط یک مسئولیت داشتم نسبت به خواهرایم و با عروسی کردنم ادایش کردم. دیو کار کردن در روزنامه شروع کرده. یک کمی برش وقت بده. باز وقت تغییرات با چشمایت میبینی. قبلا دبارش گفته. چقدر خوب متوجه کل چیز هستی. ما دشمن تو نیستم رب. فقط میخوایم قبل از مردنم زندگی تو را خوب بسازم. میفهمی؟ پدر و مادرم فکر میکردن که درس خواندن دخترها بهوده است. اگر ما درس میخواندم باز هیچ وقت او تو یک موقعیت خوب از دست نمیدادم. من میخوایم دوباره تمرینات موسیقی را شروع کنم. خوب است. باید شروع کنی. اگر میخوایی من همی امروز یک معلم خوب برات میگیرم. نه خیر، من میخواییم ده هیرو مندل بروم و پیش بهار خانم یاد بگیرم. ده وقت کمی شهر بسیار خوب بلد شدی اما اصول این خانه را بلد نیستی. تو موسیقی را شروع کردن میتانی اما هیرو مندل هیچ وقت رفتن نمیتانی. اگه من اجازه رفتن به هیرو مندل نتین باز من در روزنامام کار نمیکنم. کار نکن. خودت ها به خاطر ضد ناقد قید کن. اما یادت باشه سرنوشت خدا خودت نوشته کدی با رضایت خودت. حال زندگی تو همیست رو حال هرچه زودتر توی گپه درک کنی بقیه زندگی همو قبرت آسان میشه. تو هیچ حقی در زندگی من نداری. خودت داری. Thank you.
هرگز نه. پدر من رو پم اشناسم. وقتی یک تصمیم گرفت باز گپ کسی دیگر را نمیفهمم. او عروس این خانه است. وام باید مثل دگرها به قوانین این خانه احترام قائل باشه. با گفتن شما من حتی طرف اون منطقه سیلم نکدم. اما ای امیده نمیتونه مزروب داشته باشه. قبل از اینکه او کدام کار اشتباه کنه باید به او اجازه رفتن بدیم پدر. و ای تن راهش است که روپا دیفا نزدیک بسازه. روب تو چی میکنی؟ روب چی؟ خانم بیادر همراهت کار داره. بین زده ما و اصول اونا زده ما برنده شد. گپای دف چادری یک ملت یک هویت بسیار خوب است، اما بازم فکر کنین، از یک طرف مخالف تقسیم بندی هستیم و از طرف دیگه میخواین کارخانه فولاد بسازن. یعنی از هر دو برای پیشرفت تجارتتان با ما بپیوندید. 0792-91-91-91 دالا بشیر رنگ مال خاندانی هستم. هر قسم تعمیر رنگ کردیم. هر وقت کسی درباره رنگ پرسید چشم پات کده نام رنگ دایمند دادیم. اگه امروزی خانه را درست رنگ کنم فردا تعمیر دیگه به رنگ کردن پیدا میکنم. رنگ دایمند رو داریم، پس چی غم داریم؟ رنگ دایمند با کیفیت ترین رنگ در افغانستان. تولیدات جدید وسایط حمل و نقل از صنایع شرکت امین نور در افغانستان. این وسایط بیشتر برای راحتی کار شما می افزاید. مشتریان عزیز می توانند به طور دلخواه گزینه پترولی و یا هم برقی را انتخاب نمایند. برای به دست آوردن وسایط نقلی امین نور به شماره 0798-837155 به تماس شوند. وسایط حمل و نقل شرکت امین نور، ساخت افغانستان. برای پیشرفت تجارتتان با ما بپیوندید. 0792-91-91-91 مجله میخونی لالان؟ آقا ما انگلیسی یاد ندارم. هندی نوشته است. داستانش درباره یک فرمانده نیروی هوایی است. ببینش، در پشتش عکس مام است. در مدت 7 سال 49 بار تبدیل شدیم. تا وقتی یک بار دیگه هم تبدیل نشدیم باید این سر و صدا رو تحمل کنیم. بالا جای تراشی کنی، نه جای اسپشن نمونه. زن باشه، میرم سک کنی. آقای راکی، شابری شما آبری ما، سگی چیز پیدا کنیم از بین میبریمش. نه ایت نگران نباشه. شباش. سنو ایک پل چین ناوی، سنو ایک پل چین ناوی، سجنا تیر بینا، سجنا تیر بینا. فردا شب ساعت 10 کسی که با آبادانی می کشد جهان از او به نیکی یاد می کند. طرف ما گوش نمی مونیم. ما با معلومات بیشتر نیاز داریم. اگه واز می رقم پیش بره شاید دفته 3 بار نشر کده بتونیم. آقا هفته قبل یک اعلان ویسکی را گرفتیم. اونا می خواین ای هفته هم اعلانشان نشه شود. بخاطر همو شراب هفته پیش هیچ مسلمان اخبار ما را نخرید. شرکت ویسکی بسیار پول خوبه به ما میده. احمد راست میگه. ما باید اعلان دیگه پیدا کنیم. لوازم آرایش و ساری. هیچ کسی به خاطر کاجلو چیزای خورد مشکلی ندارن.
و جای شراب میتونم اعلان صابون در روزنامه خود بگیره. به خاطر ای اعلانات زنام روزنامه میخرن. معذرت میخوام، در ذهنم خطور کرد مام گفتم. من میخوام دیو چودری را ببینم. و شما کیستن؟ روب خانومش هستم. آنان جان؟ بله آقا. به اینا میزش نشان بتن. بچه ما آنان دیپات است. سلام، راستش ای کی است؟ خانم شوهر یکی دیگه خود حتی نمیشناسه. شاید نکاح کرده باشه. او روز اگه پشت اون نقاب تو هم میبودی باز آقا دفتر را نمیشناخت. جشن هیرامندی برگزار می شود دو شهر، اما این منطقه بدنام ترین منطقه شهر است. رکھو گل ریت صدا چلی
صدای خوبی داری، فقط نمکش کم است و به خاطر نمک داشتن در آوازت باید زندگی نمکی داشته باشی. اگه نمکش زیاد باشه باز چی میشه؟ شور میشه دیگه. من میخوایم موسیقی را یاد بگیرم. ده اینجا موسیقی را آهنگ میگم. به خاطر یاد گرفتن آهنگ هر قیمت قبول دارم. استعداد ما او قدر بزرگ است که برش قیمت نماندیم. تو عروسی کدی
تجربه ما میگه. اونایی که دور آتش دور میخورن باز آتش درونشان برای همیشه خاموش میشه. به خاطر روشن کردن هم آتش پیش شما اومدیم. لطفاً من از اینجا ناامید روان نکنید. روب، حالی هوا تاریک میشه، باید بریم. تو ده خانه چودری کار میکنی نه؟ بله. خانواده تو میفهمه که تو به دیدن ما آمدی؟ بله، میفهمن. سبا بیا. دوباره صدایت گوش خود کدم. و اگه دوباره خوشم آمد، باز حتما تو را یاد میدم. برای فعلا از این گپ زدن خسته شدم. خداحافظ. آواز تمام خانمای آواکار شنیده داواز تو از درد کده بیشتر عشق است. چرا؟ هر قدر که دور بری همو خبابانی سیک میشی. ای چشمای افسونگرت در پشت موجه های نازد پود نکن لطفا.
بعد از بسیار وقتا ای رقم صدا را شنیدیم. ده صدایی که درد آمد و آرامش هم. به خاطر تغییر تصمیمتان تشکر. برای فعلا خو فقط تعریف کردم. تشکر آدم از انتقاد میگه، چرا که درس اصلی از امو به دست میایم. فرماین میخواستم همراه ده دفتر گپ بزنم، اما زمانش مساعد نشد. درباره چی؟ مده شرکتت نمیخوایم فقط حاضری بتام، میخوایم کارام کنم، میخوایم مقاله نوشته کنم. خب درباره چی؟ درباره هیرومندر. وقتی آدمای اون منطقه رو میبینم فکر میکنم در هر خانه اونجا قصه هایی نوشته است. اگه داستان آورده که لایق خواندن باشه باز چاپش میکنم. من میفهمم که هر دوی ما در این رابطه دخیل هستیم و در این گناه مام است. فقط میخوایم شما را بگویم که من از شما و از این رابطه هیچ کدام تقاضایی ندارم. ای یک عروسی نه، یک قرار داده است و هر وقت خواسته باشین فسخ میکنیم. ما هیچ وقت درباره فسخ عروسی چیز نگفتیم، اما امروز دیگه پس شما شنیده خوش شدم. شب بخیر. ببخشید خانه عبدالله کجا پیدا میتونم؟ ظفر بیادر، عبدالله بیادر کجا است؟ ای با دیدنش آمده، برین داخل. فقط یک ملاقات مجبورت ساخت که بیایی. پس بیا، امروز شما را به خواستتون میرسانم. اما تو مرا نمیتونی راضی کنی. وقت تا هم رای ما تلف میکنی برات گفته باشا. ما عروسی کدیم. خب ما چی وقت گفتیم هم رای منه کوکو؟ ما هم رای عبدالخان میخواییم ملاقات کنم. چرا؟ چرا باید برات بگویم؟ خیمه چرا باید برات بگویم که عبدال کجاست؟ ما درباره هیرومندر و درباره مردمش میخوایم یک مقاله نوشته کنم. باز به همین خاطر در رقص خانه آمده بودین؟ این روش گپ زدن همراه یک خانم است؟ اگر رقص خانه رقص رو بگویم بازم سرنوشته تغییر نمی کنه. کل خانوما را به یک چشم میبینیم. این روش ما است. اما اگه تو بخوای باز نگاهی من را تغییر دادم میتونی؟ خودم شوق به این کار ندارم. چه تو داشته باشی؟ گرفتار عروسی خود هستی و
اگر شما بخواید میتونم شما را به خواستای دورتان برسانم. بسیار بی‌نزاکت هستی. تشکر. عبدال تشکر. بله. سلام، ما از دیلی تایمز هستم. ما میخواییم دوباره هیرومندر و مردمش مقاله نوشتن کنم. دیلی تایمز. محیط اینجا بسیار تشنه است. آهنگرها بیکار هستن و این مبارزه ما به خاطر حق تا آخرین قطره خون ماست. نوشته میکنین این رد اخبارتون؟ نه؟ خیلی خداحافظ. چی میخوایی؟ نمیخوایم جواب او رو بتام. میخوایم فقط پرسان کنم کارت شد یا نه؟ تو را یک دفعه چی شد؟ نه او عبدال بیادر یک کم بدخوی از کل روزش در جنجالک و غلمغال تر میشه. اما با ما چی؟ تا وقتی که منطقه از خود ما هست هیچ مشکلی نداره. خوب است، خدا را شکر کم از کم احترام منطقه خدا داری. سخت است سر ما باور کنی، درکت میکنم. تو به این منطقه چرا قدر دلچسبی داری؟ نه که دخترای مقبول پیدا میشم. هم مقبول و هم خوشخوی. تقدیر مرا طرفت آورد. زندگی خود یک چیز دیگه میخواست، اما این سرک مرا طرفش کش کرد. رو رفتر برم یاد داد. ما برنده شدم و نامم شد زفر. و حالا اینجا خانم است. اگه یک کوچونه می بود باز ما به هیچ وقت هویت نداشتم. از ما که هیچ کسی بهتر هیرومندر را نمیشناسه. خوب روب چهره بسیار مقبولی داری ماشاءالله. خب اینجا میخوایی کدام قصه را نوشته کنی؟ به خاطر پیدا کردن. از عروسیت خوش هستی؟ خب خودت گفتی تو عروسی کردی اما نگفتی که خوشحال هستی. تو هیچ حد و حدود نداری؟ حد خود سر حدا میداشته باشه، نبره افکاره. خب اگه در دلت کدام سوالی پیدا میشه خب پرسان کن. به خاطر خواندن قصه‌های مردم دنیا دیوانه میشن، از مسائل سیاسی دور میشه، در مکان چیز بسیار خوبی دیگه هم پیدا میشه. باز اگه میخوایی ببینی پس میخوایم ببینم. شجاعتش داری که در دنیای ما قدم بونی؟ من چیزی به خاطر از دست دادن ندارم و در ضمن دنیای شما شاید از دنیای ما بهتر باشه. خوب است؟ جمعه دیگر میبینید ندره کلان. تشویش نکن، بدون رضایت و قیمت و شما زنها دست نمیزنم.
اگه ظفر بتانه 7 ثانیه سر گو بشینه باز برنده میشه. مجله میخونی لالان؟ آقا ما انگلیسی یاد ندارم. هندی نوشته است. داستانش درباره یک فرمانده نیروی هوایی است. ببینش، در پشتش عکس مام است. در مدت 7 سال 49 بار تبدیل شدیم. تا وقتی یک بار دیگه هم تبدیل نشدیم، باید این سر و صدا رو تحمل کنیم. بالا جای تراشی کنی، نه جای اسپیشان نمانه. زن باشه، سکر کنی. آقای راکش، آبروی شما، آبروی ما. اگه چیز پیدا کنیم، از باید میبریمش. نه ایت نگران نباش. چوباش. سنو ایک پل چین ناوی، سنو ایک پل چین ناوی، سجنا تیر بینا، سجنا تیر بینا. فردا شب ساعت 10 بمبئی سال 1983 این شهر کم از میدان جنگ نبود. در تمام شهر بوی بارود پخش شده بود. فقط یک نفر کار بود که گوگرد بزنه. پلیس آینده بمبئی را تضمین میکنه. زود باشین آماده شوین. فایت!
میخوایم یک فرصت دگام به تو. هر پای نفرم؟ به خودت. پلیس بمبئی به یک قسم افراد نیاز داره. کلشان افسر پلیس باشن اما کارشان فرق کنه. اونا بدون اجازه دیکشت بتانن مجرم آزادانه دستگیر کنن. اینا افراد باند مافیایی است که باید کشته شوند. مثل مریض یک جامعه هستند. اگه کلش کار تو باشد اما که من خودت جواب میدی. سیستم پلیس مثل سکه دروی داره. یک طرف نظم، متوجه باش که چی میکنی. دیگه طرف کن، زنده دستگیرش کن. بعضی وقتا بخاطر ایجاد نظم نیاز میشه قانون زیر پایشه. ده هر شر خیر نهفته است. برای ما بگو که چی شده بود. کار کنم که باز کدن یادت برا. پلیس بمبئی آرام نمی باشه. تو را و پدرت به جهنم روان میکنم. کلاس آف اکسی تری پنجشنبه شب ساعت 10. یار میره پری جمعه شب ساعت 10. هر که دنیا خواهد دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. قدر زود دلت برای ما حس پیدا شد؟ چرا مرا اینجا خواستی؟ تو پشت داستان بودی، من برات نشان دادم. ترسیدی؟ چرا؟ شاید از بین می رفتی. مرگ حق است و برای ما وره یک آدم نه کدام هدفی است نه چیزی مثل که تو ترس از دست دادنشه داشته باشم. به همین خاطر از مرگ نمی ترسو. روزی که عاشق شوی هدفم برات پیدا میشه و از مرگم خود ترسیدی. افسوس، شاید این خواهشتون هیچ وقت پوره نشه. ما عاشقی بازی هستم. ما طور لوده هیچ وقت ندیده بودم. راستش هیچ کسی مثل من نیست. یه همون دختر جورنالیست است. پشتش ایلا کن. یک روز الاش میکنم. دختر خوبی است. زیادتر از اون. به خاطر امیده بارش هیچ فکر بدی دکلیم نمیگرده. شنیده مروسی کده. خودت میفهمی باید چی کنی.
قدر از خانوادم دور می شدم، همه قبل زفر نزدیک می شدم. برای مردم دنیا زفر فقط یک معما بود، اما به خاطر حل کردن او ما گرفتار شده بودم. او مثل یک طوفان در زندگی ما آمد و ما با امید کامل به او نزدیک می شدم. تو می فهمی؟ نام سابق لاهور لوهاور بود، یعنی شهر آهنگران. شناخته شهر با آهنگرایش است. انگلیس ها می خواهن اینجا ماشین بیارن و با این کارشان کل آهنگرا به کار می شن. منش نفهمیدم که روزنامه گرداؤں میں رہیں گے تو برکا میری میں تیرا بادل دیا جو تیرے نہ ہوئے تو کسی کے نہ رہیں گے دیوانی تو میری میں تیرا پاگل دیا گرفته داخل برین، میتونن از اینجا تکت خریداری کنین. این نمایش کمک میکنه تماشاچی‌ها بیشتر شون. این به نفع سینما هست. تو در این نمایش شامل نیستی؟ در نمایش زندگی تو شامل هستو. بس نیست؟ تغییر کده نخیر استاد، منظورم در صدایت نیست، در قلبت.
را چاپ نمیکنم. هیرومندی امروز به دیدنم آمده بودن. فکر کنم باید گپایشان گوش کنی. اگر اونا کارمندای مسلمان ما را مجبور میکنن اعتصاب کنن. پدر رو که راست بگوین که درباره چی میخوای گپ بزنی. روب رقاصاز چی وقت میخواین در خانه بیاین؟ معذرت میخوام در دروازه اشتباه آمده. روپا ببخش سفر. تا چی وقت میخوایی فرار کنی؟ تا وقتی که واقعیت زنده است. از شما یاد گرفتیم. چرا اینقدر به تشویش روپا هستین؟ دیگه اتفاقا روپ کدام گناهی نداره. دیگه اتفاقا مام کدام گناهی ندارم. اگه میخوای یاد بگیری مثل مرد استاشو مبارزه کن. در زندگیت کسی دیگه را مسئول قرار نده. مشکل خواهمی است پدر. از مرد مثل شما نمیخوایم چیز یاد بگیرم. تو با استفاده از عبدال تا مردم علیه روزنامیشان استاد کنی، اعتراض زنده میکنی و مام برات هیچ چیز نمیگم. اما روب جزای گناه دیگر را از دیگر را نه، جزای گناه های خودت برش میتون. مادر تو همراهی یک مرد عروسی شده رابطه داشتی، اولادت در روی سلک الاکدی و رفتی. ایتو نگو، من عبد ساله بودم، عاشق او شده بودم و تا امروز نتانستم او را فراموش کنم. اشتباه کردم و تا امروز نمیتونم اصلاحش کنم. با عقل کامل اشتباه صورت نمیگیره، بلکه خیانت میشه. و تا امروز هیچ وقت نخواستی گناه تا قبول کنی. عشق نسبت به او مرا خودخواه ساخته بود. من اولاد خدا به خاطر به دنیا آوردم تا که به بلراج دیگام نزدیک شده بتانم. اما او از ما دورتر شد. من فکر کردم از شرم اولاد خود فرار میکنه. اگه تو را ایلا کنم باز شاید دوباره بیایم. اما پس آن فکرم شد که او از تو نه، از ما فرار میکنه. ما دوباره به خاطر گرفتنت آمدم اما تو نخواست. چیزایی که دور انداخته میشن اکثرا از بین میرن مادر. رابطه ما برای همیشه از بین رفته. حالا بدون جنازت کدام دلیل دیگه ای ندارم که پیشتان پس بیایم مادر. دیو فقط یک گپ میخوایم برات بگویم. عروسی مام بزور شد. به خاطر میخواستم بیرون از این خونه رابطه داشته باشم. بر روبی اتفاق نفتاده. کوشش کو که این رابطه خود پیش ببری. کل اگه رقم تو نیستن پدر، حداقل ما برو به احترام دارم. اما تو به مادرم هیچ وقت احترام نداشتی. او کل زندگی خود به یه فکر گذران که شاید در وجودش کمی باشم. حتی حاضر بود اولاد نامشروعی قبول کنم. نمیفهمم این شجاعت از کجا کرد. اگه تو قبول میکدی خانواده ما از هم نمیپاشید. اما غرور در اشتباهاتت که در کلانتر بود. او بچه هیچ وقت اشتباه نداشت. اما اگه او رو ببینم باز از تو که بیشتر از او بدم خواد آمد. خانواده ما رو خودت تباه کردی.
اما دلیلش او است. پس بهتر است که اخلاق رابطه داری را شما با من یاد نتین پدر. بلراد چودری سهم ثروت، عزت و شخصیت مرا داد، پس در مقابل او من عروسش ازش میگیرم و من چیزی به خاطر از استادنم ندارم. حرامزاده ها کدام وجود ندارن که باور داشته باشن. هیچ کسی با اونا ضرورت ندارن. همین گپا را شنیده شنیده کلان شدیم. اما بس است دیگه. او دختری را که آورده بود سرش خانه خدا آباد کنم، ما با استفاده از همو دختر خانه شون سرش خراب میکنم. باز چی خواد شد؟ با انجامی کارا با تو پدرت عزت و شرفت و فولیتت دوباره برات خود رسید ها؟ از چشمایت نفرت ها پس کو. با دزیه عشق چشمای او دختر خود دیدی. آتش انتقام تو را کور ساخته بچیم. تو به خاطر تبا کردن پدرت خودت تبا میکنی. چرا نمیفهمی؟ قبولش دارم. کل چیز تبا میکنم مادر. او حتی نخواد فهمید که چه قسم تبا میشم. میفهمی؟ آدم هایی که سرم روی گشتانده بودن، او خودش آمده از من معذرت خواد خواستن و بعد از او با امیداشه تو یک آتش بزنم که جهنمم پیشش هیچ باشه. مادر باید جزای گناه هایش ببینه و اگه در بدل او زندگی ما تباه شوه، بازم ما قبولش دارم. فهمیدی؟ کلگی دهی را من در میشناختم، اما او کی بود هیچ کس نمیفهمید. دلت نمیشه دوباره بری؟ دلیل برای برگشتن ندارم. چندین نسل است که ما اینجا کار میکنیم. بچه های ما از همینجا روزی پیدا میکنن، اما اگه این انگلیس ها ماشین های خود اینجا آوردن، او وقت آهنگارای ما بیکار میشن. امروز کاری که همراه ما میشه، سبا ممکنه سر هر کدام شما شوه. به گفته تو از دفتر چودری نفر خواسته بودم. به نظر دیگه پا برای چودری خواد رسوند. او ما را حمایت خواد کرد. دشمنی با هویز به عوام حق از دیر زمانی است. آدم های مثل بلراد چودری بعض وقتا هدف خود دین خود میسازن. عبدال راست میگی بیادر، اگه او به خاطر دین خود می جنگه، خیمه چرا نجنگیم؟ ای جنگ به خاطر انصاف نی، به خاطر حق است و حال مردمت به خاطر بعد از آوردن حق گم شده خود آماده است. Thank you.
آسیا چودری میمورنه؟ بله میمورم. سرطان دارم. خب بعد از مردنش چی خواد شد؟ تو دا تخت میشینی و شوهرت برات مثل خانم اول احترام خواد کرد، تو بعد از او خوشبخت خواد شدی؟ آزادش کدام؟ من جشن گودی پران بازی را بسیار دوست دارم. خودگم؟ وقتی گودی پران روی هوا می رفت برم امید پیدا می شد. حالا فقط طرف گودی پرانای آزاد سیل می کنم. مردم اینجا گودی پرانای خود بسیار دوست دارن، اما از هوا کدنشان کده بیشتر آزاد کدنش بسیار خوش دارن. تو ده همه چیز بدیشه می بینی همونتو نیست؟ بله، اگه تو به جای من زندگی می کدینی شاید درکم کده میتونستی که ده افکارم چرا چیزای منفی است. مشکلات در زندگی کل ما میایم، اما تلخ شدنش زندگی ما را خراب میکنم. وقتی در شکست کسی دیگه پیروزی خود ببینیم، باز از ما که در شکست خورده هیچ کسی نیست. تا حالا کسی رو دوست داشتی؟ ما در شهر بسیار گودی پران بازی کردیم، اما با عشق هیچ وقت خدا نمیزنم. بسیار ناوخت شده. شما راست میگفتین، یک چیز در درونه تغییر کرده به خاطر ظفر. ما فکر میکنم باید تو عروسی کدی. او عروسی نه، فقط یک قرارداد است. فکر کردنم در باریش اشتباه است، اما به عمل کردن گناه است. بجز شما به کسی دیگه این نگفتی. فکر کردم درک میکنین. کسی که در رقاص خانه میباشه به ایمانا نیست که به خاطر خیانت کردن از ما اجازه بگیری. شوهر خودت انسان خوبی است. فقط خوب بودن بس است به خاطر گذراندن کل زندگی. ما یکمه باید فکر کنم. درباره چی فکر میکنی؟ اگه صنعت فولاد اینجا آمد کل آهنگرها بیکار میشن. این خبر لایق چاپ کردن نیست؟ اما این کار به کشور ما بسیار فایده خواهد داشت و کلتان میتونین در او شرکت ها کار کنین. ما غلامی نمیکنین. بحث روی پیشرفت کشور است، درباره غلامی کردن نیست.
اول خو غلامی انگلیسا رو میکدیم، حال از این دواره مسلمان رو باید همی کارا رو کنه؟ کوشش نکو گپ تغییر بتی. اگه ما در هر گپ در بین دین بیاریم بازی کشور همیشه خود ساخت. حزم مسلمان ها برنده شده، حال درباره کشور نه، درباره خود تشویش کن. ما عادت دارم درباره کلاگ فکر کنم و همی فرق ما و تو است. ما از اوزای بد مردم استفاده نمی کنم. گل گفتی بیادر، اگه یک بارا ما کشور خود بسازیم باز چیغای ما به جا نمیره، اما تا او وقته چیغای شما رو کی خواد شنید؟ او خانم دیو چودری است. منشی جان میخوایه برات قرار داد بتم. واده بادرش از چی خواستن؟ فقط به خاطر که هندو هستی گپا قبول کرد. من خیرات نمیخوایم. من کمک میکنم، خیرات نمیتم. من از تو کمک خواسته بودم، به همین حالم خوش هستم. ده هر چیز بدیره چرا میبینی؟ چون از خوبی میترسم. اونا اکثرنده بدلش چیز میخواین. ما زمانتت کدیم ماشی جانف آماندم که هیرامندر خانه تو هست و ده بدلش هیچ چیزی ازت نمیخوایم. مطالعه دوست داری؟ بسیار. شما چی؟ بسیار. او مقاله هیئت دولت خلاص کردی؟ نه، چیز خاصی در اون نمیبینم. شاید او آخرین مقاله باشه که ممکن است ایده یک ملت یک هویت در بر بگیرم. قیمت آزادی تقسیم بندی شده، هرچی زودتر اگه ای گپه قبول کنیم همه قبه ما خوب خواد بود. اون مردم هیچ وقت افکار شما رو درک نمی کنن. شوهرش دیدی؟ نه و نمیخوایم هیچ وقت ببینم. کوچه های عشق با دیوارای خام ساخته میشه، بیشتر عاشقا وقت پرواز به زمین میخورن. برین
باید از صنایع فولاد رزنامه حمایت کنی. ما رسانه هستیم. ما با سند چه داد و گرفته داریم. این مسئله سند نیست. این کار میتونه کشور ما رو پیشرفت بده و مردم دشمن جانت میسازه. قدر از او دور باشی همو قبرت خوب است. پروانه هر قدر شمع دوست داشته باشه، در آخر مجبور است همو آتشاتش بگیره و از بین بره. امپراتوری سلجوقیان، آغاز سریال این جمعه ساعت 7:30 شب. پنجشنبه شب ها وایکینگ ها. وایکینگ ها پنجشنبه شب ها ساعت 8. جناح خواستار اقدام مستقیم است. احتمال شورش وجود داره. شاید ما مجبور شویم از آباد ایلا کنیم. ساتیا بسیار ضعیف شده. برای او سفر کردن خوب نیست. مره میبینی چرا روی میگردنی؟ به خاطر نشان دادن شهر به توی قدر مصروف شده بود که مسیر از دین زندگی این فراموشن شده بود. من حسن آباد ایلا کده میرم. چقدر زندگی عجیب است. اول نمیخواستم اینجا بیایم و حالا نمیخوایم از اینجا برم. ما باور دارم شوهر تو را از اینجا میبرم. تو خوشبخت خواهد شدی لوب. ما او را دوست ندارم. او هم مرا دوست ندارم. تا چی وقت با این دروغ زندگی کنم؟ بعض وقتها رابط مثل قرض میباشه و قرضش باید پرداخت کنی. تو کاری که میخوایی بکنی را هیچ کس ده او فایده نمی کنه. بعض وقتها بعض نقصهایی هستن که از فایده بهتر هستن. احساسات نباید غلام فرهنگ و رسوم شود.
تو میفهمیده ای دنیا بزرگترین گناه چی است؟ ای که احساسات خود از بین ببری. در قلب ما هیچ احساس نسبت به تو نیست روب. چرا سرت باورم نمیاید؟ به خاطر که تو میخوایی ما دوست داشته باشم. تباه میشی. ما بغیر از درد به تو چیز دیگه ای دادن نمیتونم. ما قبول دارم. تو مرا نمیشناسی. حتی گذشته از من. او دلیلی که من میخواستم به تو نزدیک شوم. او دلیل محبت نیست. به خاطر دوست نداشتن هزار دلیل پیدا میشه در قلب انسان. اما به خاطر دوست داشتن فقط یک دلیل وجود داره، او هم در قلب ما. ما دلیل خود ما پیدا کردیم. دیگهش مربوط خودت میشه. باید هرچه زودتر از حسن آباد بره. ما بدون تو هیچ جایی نمیرم. ما خوب بدون تو میرم از پیشت. دکتر گفته که امکان داره وضعیتت خوب شوه. در چشمای عشق دیده با ماری بسیار کم از افراد نصیبش میشه. حالت یشکای آرامش است. بانش که برسم. تو خو آرامش مرا با خودت میبری. حال متنا چی رقم زندگی کنم؟ راستشو برات بگویم بد رقم با روب حسادت میکنم. یک رقم حسادت خوشایند. قرار است برش سهم خوشی ما برسم. جای تو را هیچ کسی نمیگیرم. اما ما جای خودم میخوایم برش بدم. برم وعده بده که کل آرزوهای ما را با او پورا میکنی. دخترهایت مکتب روان میکنی. با بچهایت مثل یک دوست میشی و پدرت هم میبخشی. مره ایلانه کساتیا، لطفا امرایم باش. نبودنش ماها همراهی ما بود.
پس بعد از مردن اونا شما حسن آباد اعلام کردین، درست است؟ کاش اعلام کردیم. آقا، حزب عبدال در این وقتا بسیار قوی شده. یک بار دیگه هم درباره این مقاله فکر کنه. عید مبارک. عید شما مبارک. آیا خودش میفهمه که چی میکنه؟ بیا زوام، مردم آب تشنه خون ماسته. بعد از این مقاله آهنگارای این جماعه را زنده داتش خواهد انداخت. خداحافظ. در روزه عید عزاداری میکنی؟ کی میگه من عزاداری میکنم؟ در روز خوشی مردم شراب میخورن. شراب فقط در وقت غم خورده میشن. فقط میخوایم چند دقیقه زندگی ما به تنهایی بگذرانم. از چشمای خودخواه مردم خسته شده. ماماموتو، خب دلیل غم تو چی هست؟ در دستت خوش شرابم نیست، در ایدم خوش شرکت نکدی. گفتن راز برای آدمای ناشناس آسان می باشه. قلبتم راحت می شه و عزتتم سر جاش هست. ما عاشق شده. بالای دختر عروسی شده عاشق شده. میخوای؟ مسلمان هستم. عید مبارک. تشکر. و او چی؟ او هم دوست داره؟ از مکده بیشتر. خیلی مشکل چی هست؟ کاش تو شوهرش میبودی. مشکل همینجا حل میشد. یک بار کوششت بکن. یه دنیا بسیار عجیب است. هیچ کسی گپ نمیزنه و مستقیم دست به زدن میشه. بعضی وقتا جنگ کردن به شدت آسان تر از گفتن حرفای دل انسان است. کدام شوهر بی غیرت از وقت خانومش کسی دیگر را دوست داشته باشه؟ اما در یک روزه دیگام است. واه واه، ما اومده بودم قصه بشنوم، تو صحنه بندیش کردی. اصل گپی است که نیمه واقعیت ها برات گفتیم. خیلی کالش رو بگو. اقدر آسان نیست. آسان تر از چیزیست که فکر میکنی. راستی داستان تو چی است؟ فقط میخوایم تو تای قسمت خود جمع کده به زندگی ادامه بتون. اما نمیفهمم از کجا شروع کنم. اولین تو تا که تو را زخمی کده او را پیدا کن. بعد از او دیگراش خودش پشت میایه. خب با چند زن رابطه داشتی تا باله؟ یه چه قسم سوال مزخرف است؟ یعنی یکی؟ در سن 18 سالگی مروسی کدم.
تو با چند دان ازن رابطه داشتی؟ اوقدر ریاضیم خوب نیست. تو حالت از زندگی چیخ زدی؟ بیا امروز گلوی خودا پارا کرده به زندگی میگم که با بازی دادنهاش ما نمی بازی. بیا قسم میخورم از کلشون آزاد میشی، بیا امتحان کن. قسم بخو در کل زندگیت با یک زن رابطه داشتی؟ اگر رفتارم تو را ناراحت ساخته باشه باز معذرت میخوام. حالا میتونی جدا شوی یا اگه بخوایی میتونی ادامه بدی. ما به تصمیمات احترام دارم، رقاصخانه‌تان همیشه میرخم باز است؟ من هیچ چیز به خاطر پنهان کردن ندارم. ما شهر اعلام میکنیم و میریم. خداحافظی خو بسیار سالا پیش کده بودین. بگوین امروز چه قسم به زحمت میسازیم؟ زمان تغییر کرده اما تو تغییر نکدی بهار جان. حالا میخوایی بعد از ناکامی خودت با استفاده از بچهت خانواده ما تباه کنی؟ او را بفهمان، روب عروس ما است. خدا هیچ مذاکره بی جواب نمیمانه. مرد که زندگی چقدر مردم را تباه کرد، او امروز به خاطر نجات دادن عزت خود دست دراز کده؟ زمان تو رام تغییر نداده بلرار صاحب. من تو را رک و راست گفته بودم که رابطه ما اشتباه است، اما تو نتانستی حقیقت هضم کنی و کل زندگیت به خاطر نمایش دادن اشتباهی ما گذراندی. پس با همی گپ خودت دلجمعی میدادی ها؟ درست است رابطه ما اشتباه بود، اما چرا هر بار در دروازه میامدی؟ تو هم عاشق شده بودی بلرار صاحب، اما از ترس مردم یک روز اتفاقا مثل یک چیز اضافه مرا دور انداختی. با این کارت کل چیزا تباه کردی. خواهش میکنم از اینجا برو. وا عجب یک رحمت خدای سر ما باریده به خدا. ما در سالا با دیدن مادرم آمده بودم، همراهش پدرمون پیدا کردم. یک طرف بهار خانوم کسی که مرا الا کرد و طرف دیگه بلراد چودری کسی که تا دنیاست مرا قبول نداشت و امروز آمده از من خیرات بخواهیم.
تو چی میخوایی؟ میخوایی من به خاطر عزت خانواده این پیشت التماس کنم؟ از او دور باش. اما اون خود کار تو هست که عزیزای خود الا کنی. اصلا تو از فامیل چی میفهمی؟ بدون او ماشالله نمیفهمم که چقدر من خوار و بیادر دارم. من فقط یک خانواده دارم، خانواده ای که باید از دست شما نجاتش بدم. خی برو بر روست بگو که دیگه هم من دوست نداشته باشه. من خود گفته بودم که ایره بنداز. پیدا شدن این رابطه ما را نابود کرد. نه که اصلیت فاش کرد چطو؟ این اولاد ما نیست، این نتیجه اشتباه زندگی ماست. کسی که در کل زندگی محل کده نمیتونمش. زفر ایلاش کن. زفر هر کار بخوایی میتونی به ما بکنی، اما جزای گناه مرا به اولادایم نده. او هیچ بدی در حق تو نکده. ما خودم امروز او را دیدم، پیش او کل چیز است بجز خوشی. تو به خاطر نجات دادنش از مشکلات دنیا خوشی دادن به او فراموش کردین. ما فقط در زندگیم یک هدف داشتیم، شما را در این وضعیت ببینم. اما روب راست میگه، وقتی شکست دیگه ایره در برنده شدن خود ببینم، باز از مکه در شکست خورده هیچ کسی در این دنیا نیست. من میفهمم که تو مرا هیچ وقت قبول نمی کنی، اما ایرام انکار کرده نمیتونین که من از خون شما هستم. فقط از همه بچه تان روب به ما بتین. ما او را دوست دارم. بجای او ما چیز دیگه ای نمیخوایم. از روب و زندگی زن و شویشان دور باش سفر، اگر نه عاقبتش بد میشه. عشق روب حق ماست و ملک شخصی شما نیست و ای حق گرفتنی است. زفر من میفهمیدم که در هیچ گپ با من موافق نیستی، اما این دفعه خودت هم میفهمی که من راست میگم. از هیرامندر کسی به دیدن شما آمده؟ چی شده بیادر؟ کلی چیز از خاطر او زن سرت می آید. من هیچ باورم نمیشه که چادری به این اندازه میتونه پست شوه. روب هیچ گناهی نداره عبدال. عشق کورکورانه دروازه عقل بسته میکنه. تو نمیبینی که چادری امرای چی رقم بازی را برای انداخته؟ اما من میبینم. اگه تو میخوای بخشیده میتونیش،
اما حال انتقام تو رو از او زن من میگیرم. اگه با او دستم بزنی باز هم روی رابطه ما یک جای سرتم جدا میکنم. اکثرا اشتباهات سر ما انجام میده. برات گفته بودم شما اشتباه درک کردین. قسم خورده بودم که هرگز دوباره به اینجا نمیایم، اما امروز به خاطر تو قسم خود شکستاندم. شما وضعیت مرا نمیفهمین، اما افسوس حال از او بدترم میشه. ظفر اولاد ما و بلراج است. او از تو سوء استفاده کرده فقط به خاطر تباه کردن این خانه. او مرا دوست داره، در چشمش محبت دیدم. او از اول برات دروغ گفته. او شاید در بعضی جای اشتباه کرده باشه، اما عشق ما واقعی است. تو تحصیل کرده استی، عقل داری. او بچه هیرامندری است. در زندگی او هیچ خانمه هیچ جایگاهی نداره. با او حتی از تو نخواسته سرش اعتماد کنی. فقط همیره میخواید که به هر قیمته در کوچه و بازار بلراد چودری را به یک پیسه کنه. و عشق کرکرانی تو بر او ای زمینه را مساعد ساخته تا پرش کنه. همی واقعیت است. قبول کن، حتی اگه تو شوهر خدا ایلا کده پیش او بری بازم او تو را قبول نمیکنه. آدم کسی را دوست می داشته باشه که او را احترام کنه. از تو کده و از محبتت کده بیشتر دوست داشته باشه. روب، عشق او نیستی، انتقامش هستی و او فقط انتقام خدا دوست داره. به خاطر بردن دشمنی خانوادگیت دقیقدر سال ما را در دریای سیاست سرازیر کدی. کل اگه راست میگم حرامزاده ها هیچ قول ندارن. آتش انتقامت تو بادستایت روشن کدی و حاله با امو آتش کل ایشار آتش میزنم. چیزی را که شروع کردی باید تمامش کنی. خداحافظ. ضرور بود. ظفر خو از اول ازم نفرت داشت. بانش کمه بیشتر کنه، اما حداقل جانش در امان خواد بود. تنها جان نجات دادنش فایده نداره. وقتی هدف زندگی کردن ازش گرفتی، عشقای نامش رو انجامش اکثرا تبایی داره. نامش ظفر است، بیادرت، کسی که در شب عید دیده بودیش. ما جرأت قبول کردن اشتباهات ما نداشتم. مرا ببخشید.
تصمیم خدا داد اسم ما موندی. شنبه شب ها ف مم.
پنجشنبه شبها ساعت 7:30. شنبه تا پنجشنبه میوزیک تایم. نفری بس آمد برده دل مره دختره کاملا شد آه دشت نو شتا دیلت نه دوشا بل نه ماما جان قرنگ قرنگ انا بیدت بیرم چی کارت کن دست دارم حالت چشمات عزیزی نگیرم بس نیرم سنه سنه میوزیک تایم شنبه تا پنج شنبه ساعت 4. زفر نه نه بچه دهی را من در عاشق یک نفر شده بودم تو اول برای من راست گفتی حالی که میخواییم این را بهتر ادامه بتیم من میخواییم برات واقعیت های خود بگویم به این رابطه احترام خواد بود عشق بودنم ایتانم امیدوار هستم قلبت کلانتر از من باشه و با گذر زمان مرا ببخشی تو کس را دوست داشتی؟ خیلی چی تغییر کرده؟ من دیگه با او احترام ندارم و عشقت تمام شد؟ گفتی که میخوایی رابطه ما را ادامه بدی چرا حاله؟ فقط با هم خوابیدن کلی چیز حل نمیکنه
ساختارهای زیاد وجود داره که رابطه ما رو مستحکم میکنه. ما به رساتیا گفته بودم که رابطه به زور هیچ وقت انجام نمیشه. به خاطر خوشی او من خود قربانی کردم و خوشی های تو هم در بین از بین رفت. من به خاطر این بسیار شرمنده هستم. با گذر زمان شاید او شرمندگی به آرامش تبدیل شود. کل زندگی رو پیش روی داری. تصمیمایی که با عصبانیت گرفته میشه اکثرا به اشتباهات انسان تبدیل میشه. یک بار به خودت راز گفته بیبی. او آخرین احترام را که باید در رابطه ما داشته باشی را میتی؟ رابطه زن و شوهر با رواجانه بلکه با محبت مستحکم میشه. چودری برخلاف ما تصمیم خود گرفته. ما هم یک تصمیم گرفتیم که چودری ها رو از بین ببرم. دوبارهش خوب فکر کن. حال هر کسی که همراه ما نیست دشمن ماست. جان سرود جان گفتن همی آمدی؟ چی فرق میکنه؟ بیازو تو تصمیم خود گرفتی همونتو نیست. تو را از دل و جان دوست داشتم، اما تو همراه ما وفادار نبودی. اقا مشکل بود که برام راست میگفتی؟ تمام زندگیم یک هدف داشتم، نفرت. کلگی را بازی دادم تو که از پدرم انتقام گرفته بتونم. تو آتش نفرت من خاموش کردی روب و در جاش بذر عشقم ماندی. تو قلب من از خود کردی. ما ترسیدم از عشق تو. هر چیزی که در این خانه بود تمامش برم دادی. اگه تو را از دست می دادم باز از بین می رفتم. با دروغ گفتنت مرا به دست آوردی. ما در نصیب هم نیستیم روب. این خواست خداست.
تو من هیچ وقت دوست نداشتی؟ اگه من جواب این را باید می دادم بازش که تو زیر سوال می رفت می فهمی؟ تو چنو جواب من را نمی تی زفر؟ یک بار بگو، فقط یک بار بگو که مرا دوست داری. همراه ما بیای. بریم آنجا. احمد. سیشانه بکشین. خانه مسلمان ها این دواره می پالن، اونا نباید اینجا باشن. تو اینا را به ایستگاه ریل ببر. همراه ما بیا مادر. نمیتونم دخترای هندی را ایلا کده برام. تو همراه ما بیا مادر. در جایی که پیدا شدیم شاید همونجا از بین بریم. شما برین، خواهش میکنم برین. زود باش بیا از این طرف.
زفر! زود باشین بره، ممانه اونا میشون، اونا میکشند، اونا مردم ما هستن، مرا هیچ چیز نمیشه. Thank you.
نمیفهمم که من آتش زدن یا گور کردن، اما با زندگی نامشروعی من یک هدف پیدا شد، عشق، و او عشق همیشه زنده خواهد ماند. کلان ساختن مرزا دنیا کلان یا خرد نمیشه، فقط هزاران نفر از هم جدا میسازه. اکثرا در زندگیشان قلبشان میشکنه و دوباره قلبشان پیوند میخوره. داستان روزنامه دیلی تایمز و زندگی روپ و دیف یکی از او هزاران داستانایی است که در بین هزاران داستان ناگفته تاریخ گم میشه. نفرت رنگ هر دوی سرخ است، اما فرقشان ای است که با نفرت دنیا تباه میشه و با عشق خودتان از بین میرین. سران در عشق رسوا میشه، رسوایی رنگ ما با عشق هرگز نابود نمیشه، در دوران ما همیشه باقی خواهد ماند. حال تصمیم در دست تو است. شما در این داستان چی دیده؟ رسوایی یا عشق؟